که نیست دوچی خوشت اومد؟ عالیه گذاشتم شبنیام خودت دستم ببندی به جای خنده برو چمدونو تا ببند بستم؟ نخم نداریم چرت باره آقا رو بدوزیم خیلی نامردی جدی خوش به حال تو کایسا چهار روز آزگاره داری منو با خوندن خارجت کله سر میدار میکنی من خارج میخونم پس کی میخونه؟ یک خارجی میخونه تقصیر منه که میخواستم سالگردمو رومانتیک باشه مگه دستم نرسه مگر نه؟ Thank you.
همون شب اول خونه فرزانه عاشقت شدم. عاشق چیم شدی؟ بشمانم. مگه چند تا؟ وه عجدی عاشق چیم شدی که تو بشکستی؟ عاشق فست دادنه. یادت وقتی قرار شد کتابم ویرایش کنی چقدر شرطش رو گذاشتی؟ یادت وقتی بهت گوه دادم جلو خودم دادیشون به فرزانه؟ یادته؟ خب مردی که بعد از رفتن زنش عهد کرده که هیچ زنی تو زندگیش رو نده، که به یه زن دیگه روز سرخ نمیده. ببین مهتاب، عشق این تصادف دیگه، وقتی پیش بیاد دیگه پیش اومد، فقط معلوم نیست کدوم اومد خسارت دادی. هیچ بود حافظ میده، خسارت همه عشقای حافظ میده. میخواست نگه عشق پیدا شد و آتش به همه عالم. بله. عذر میخوام، شما حق داری نشناسی. کیا تایی اون؟ آره قدمم. رویا طوری شده؟ نه رویا خوبه، اتفاقا میخواد باید حرف بزنه. حرف بزنه؟ مگه اصلا منو یادش مونده؟ 5 سال و نیم که 100 سال نیست. برای یه بچه 6 ساله. حالا اصلا من چی زنگ زدی؟ پشت این گل خبریه؟ گله دیگه. بهرام چی شده؟
چقدر اینجا رو دوست دارم، اینجا رو، تو رو، همه این 3 سال. من تو چقدر با تو خوشبختم. دیگه داری منو میترسونی برام. چرا نمیگی چی شده؟ اگه به من مربوط نیست اسراری ندارم. مگه میشه چیزی به من مربوط باشه و به تو مربوط نشه؟ میگم، ولی بعد از این سفر وقتی برگشتی، هر چقدر خبر بدی باشه بهتر از بیخبری. این خبر گذاشتن یه آدم خیلی بیره. کتویون داره برمیگرده. قرار نبود شما بریم پالور؟ چرا داری سر هیچی سفرمون رو خراب میکنی؟ سر هیچی؟ آره اگه تو نبودی شاید یه چیزی بود، ولی حالا از هیچی هم کم داری. ببین مهران، اگه همه حتی مادرت از وجود من بیخبرن، به خاطر یه روزی بود مثل امروز. دیدی پیشبینی من بی خود نبود؟ بود. این همه مخفی کاری هم هیچ فایده ای نداشت، چون به محض اینکه برگرده خودم بهش میگم. وقتی رفتن رویا یه سالش هم نبود، تازه دست و پا شکسته میگفت بابا. خالم که 6 سالشه 5 سالش منو ندیده، من براش چه معنی دارم؟ بعدش بگن این آقا رو میبینی؟ این مردی که باباته، همون که اصلا ندیدیش. من فقط براش یه اسمم، همین. اگه با همه این حرفا خواسته چی؟ اصلا اگه خودت خواسته چی؟ چیکار داری میکنی؟ به کی میخوای زنگ بزنی؟ کتایون. میخوام بگم 3 سال ازدواج کردم، زنم هم خیلی دوست دارم. میخوای بیای ایرون؟ پاشو بیا، ولی رو من حساب نکن. تو دیوونه شدی؟ کاش که این دیوونگی همون روز زهبر کرده بودم. شرط و شروطای تو که فقط من درد سر درست کرد. مهتاب این 3 سال همیشه این موقع میومدیم اینجا که به قول خودت سالگرد عشق بگیریم. مهتاب من همه عمرم قد این 3 سال خوشبخت نبودم. اون روزا دیگه تموم شدن بهرام. یه دیوار داره بینمون میاد بالا، نمیبینی؟ نه، من یه دونه آجرم نمیبینم.
چیکار میکنی توی سرما؟ چرا زندگی من باید به خاطر زنی نابود بشه که یه روز با رفتنش یه روز با اومدنش همه چی رو به هم می‌ریزه؟ چرا؟ من زندگیمونو دوست دارم مهتاب. منم زندگیمونو دوست دارم، باز همینم نمیذارم هیچ کس حتی خود تو اونو خرابش کن. نمیخوام به روزایی برسم که وقتی پیش منی به فکر اونایی، یا وقتی من به فکر تو هم پیشم نیستی. به چی داری فکر میکنی؟ به اطمینانی که داشتیم، به کتایونی که داره برای پس گرفتن زندگیش برمیگرده. اون وقتی رفت زندگیشو با خودش برد، چیزی نداره که برای پس گرفتنش برگرده. تازه تا موضوع ما رو بفهمه اونقدر مغروره که خودش میذاره میره. یادت میگفتی اونی که من میشناسم محاله برگرده؟ پس اینی که داره برمیگرده رو نمیشناسی؟ حالا وقت محاکمه است؟ سلام مادر. ببخشید باتریم شارژ نداشت. چشمت روشن، من همیشه خوابه همچین روزی رو میدیدم. بالاخره نظر و نیازم جواب داد. این دو سه شب از خوشحالی چشم رو هم نذاشتم. خب حالا گریه نکنی. منم خیلی دلم میخواد گریه کنم. مادر بود نگران شده بود. با خبر داشت. خب حالا کی میام؟ نمیشه درباره یه چیز دیگه حرف بزنیم؟ درباره هر چی حرف بزنیم بازم داریم به همین موضوع فکر میکنیم. حالا میخوای چیکار کنی؟ تو بودی چیکار میکردی؟ والا من یه لحظه هم نمیتونم خودم رو جای تو بذارم. تو با یه تصمیم هوایی و رویایی ازدواج کردی، واسه همینم الان همه چیت رو هواست. حالا وقت این حرفا نیست. وقتی هم که وقتش بود گوش شنوا نبود. چیکار میکردم؟ میشدم زن دوم یه مرد زندار؟ مگه حالا نیستی؟ نه نیستم.
من 3 سال تنها زن زندگی مردی بودم که زنش رفته بود و معلوم نبود کجاست. این خیلی فرق میکنه. آره فرقش اینه که حالا دیگه هیچ کس اون مرد نیستی، چون زنی که قانون و فامیل و عرف قبولش دارن داره میاد تا به استناد همون یه خطی که توی شناسنامه بهرامه بشینه سر جاش. اون وقت تو دلت خوشه تو که تو فکر میکنی اگه ازدواج ما رسمی علنی بود من تو این شرایط چیکار میکردم؟ ممکن بود همین کارو بکنی، ولی اون وقت اون کتایون بود که بر نمیگشت. پس فعلا کسی که حق انتخاب داره منم. تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ بعد از 3 سال دو دستی زندگی تو داری میدی به یه زن دیگه و دلت خوشه حق انتخاب با توه؟ خلاصه با حق یا بی حق اگه بری بازنده توی. به هر حال من بازندم، چه برم چه بمونم. بهرامو چطوری رازش میکنی؟ من که بعید میدونم بذاره ازش جداشی. ما از اول قرارمون این بوده، حق فسخ با من. تو اینجا میمونی هیچ جام نمیری، فهمیدی؟ اینجا خونه توه. ولی خونه ما نیست دیگه. نیست تمومش نمی کنی؟ تو نباید تو این شرایط منو تنها بذاری. پس کی باید این کارو بکنم؟ وقتی سر و سامون گرفتی، وقتی حسابی بهشون عادت کردی، وقتی دیگه هیچی ازم باقی نمون، اون وقت اجازه میدی برم؟ من دارم میرم دفتر. هر وقت تونستی حرف بزنی زنگ بزن. شب که میام میخوام اون چراغ روشن باشه. من به هیچ قیمتی نمیذارم ترکم کنی. همین. سلام. تنها اومدی؟ تو انگار چشم نداری من یه دقیقه راحت ببینی را. ناسلامتی اومدم مهمونی مجردی، فرهادو خوابوندم سپردم به احمد و راه افتادم. به یاد اون شبا که تا سحر بیدار میموندیم، چایی میخوردیم، خیال میبافتیم. یادته؟ فرزانه جونم، از کجا میدونستی بهرام خونه نیست؟ انگار مطمئنی که قرارم نیست بیاد. ها؟ مسافرها امشب میان نه؟ تو رو هم فرستاده که نذاری من سکته کنم. تو نمیخوای یه چایی به ما بدی؟ تو بردار. چند بار زنگ زده قطع کرده. بذار خیالش راحت بشه که تو اینجایی. ما
نصف شبی به کی اینقدر زنگ میزنی مادر؟ تو چته بهرام؟ کاش اینو قبلن میپرسیدی. چیو میپرسیدم؟ کی گفته که فقط تو باید جریمه این وضعو بدی؟ مگه بهرام مسئول نیست؟ مقصر نیست؟ مگه نمیتونست وقتی عاشق تو شد زیر سنگم شده کتایونو پیدا کنه و بهش بگی داره ازدواج میکنه؟ مگه نمیتونست حداقل همون روز که کتایون زنگ زد بهش همه چی رو بگه؟ اگه نگفت لابود خودشم از ته دل مخالف نبود. فقط نگو من نذاشتم. مهتاب به خودت هم فکر کن. اگه بری یه جانشین حاضر و آماده هست که هیچ تره ای هم واسه تو و بهرام خورد نمی کنه. بیا بخور، فشارت افتاد. ببین فرزانه، از حرفی که میزنم ناراحت نشو. امشب هم میخوام تنها باشم. اومدم. رویا، اینجا خونمونه. میبینی چقدر روشن و بزرگه؟ دلت روشن. دو روز تمومه که با کارگر افتادم به جونش. من اگه میدونستم با یه همچین استقبالی روبرو میشم زودتر میومدم. مثلا کی میومدی؟ شب اولی که رسیده. مادر بحث نکنی، سواشی. برای همه چی ممنونم. انشالله خوش باشی. بالاخره خیالم از زندگی بهرام راحت شد. مهتاب، مهتاب، من که صدای نفساتو میشنوم.
میدونم تو هم داری صدای منو میشنوی. باشه امشب رام نده، حق داری، ولی فردا اگه بخوای این کارو بکنی درو میشکونم. مطمئن باش. یه زنگ بزن بهرام بیاد نهارو دوره هم باشی. اتفاقا تنها اومدم یکم راجع به بهرام باهاتون صحبت کنم. طوری شده؟ نه، فقط خیلی تو خودشه، انگار از یه چیزی خیلی ناراحته. مطمئنم اگه رویا نبود حتی یه لبخندم نمیزد. بهش حق بده، از آخرین تلفنی که زدی آب پاکی رو دستش ریختی، از وقتی جا تو عوض کردی و رد تو به کلی گم کرد، نمیدونی چی به روزش اومد. نه سر کار میرفت، نه به خونتون سر میزد. شب و روز مراقبش بودم، شب و تو خواب داد میکشید، گریه میکرد، میترسیدم دیوونه بشه. چند بار خواستم بهت زنگ بزنم، بهت التماس کنم برگردی، اما نه شماره تو داشتم نه اون میذاشت. میگفت من زنی و که با التماس برگرده نمیخوام. فکر نکنین منم خیلی خوش بودم، توی اون همه شلوغی مدام احساس تنهایی میکردم. وقتی رفتم مطمئن بودم که بهرامم میاد، اشتباه میکردم. وقتی قرار شد از کانادا بریم امریکا، با خودم گفتم انقدر بیخبر میذارمش که بیتاقت شو بیاد، ولی بازم اشتباه کردم. چشمم گذاشتم دیدم 2-3 سال گذشت و به همه چی عادت کردم. بیخبری از بهرامم نشون میداد که اونم عادت کرده. حالا هم که برگشتم فکر میکنم اشتباه کردم. به دلت بد نیار مادر، تازه چند روزه که اومدی، بهش فرصت بده. مادر، توی مدت زنی تو زندگی بهرام نیومده؟ این فکرها رو از سرت بیرون کن، صبر داشته باش. یه بار با دلت تصمیم گرفتی خیر ندیدی، این دفعه عقلتو به کار بنداز. بهتره همه چیو بسپاری به رویا. یعنی حالا باید رویا واسطه شه که بهرام منو بخواد؟ اولش آره، رویا راهو باز میکنه. مامی چرا تنک نیستی؟ راستی بهرام اون عکسی که از تو مامان گرفته بودم کو؟ امروز که اونجا بودم یادم افتاد. دهن تو باز کن. چی کار میکنی بهرام؟ رویا که 2 ساله نیست. کم غذا میخوره، گرسنش باشه میخوره، بعدم خیلی قرمه سبزی دوست نداره. فقط دوست داشت. پس چرا پختی؟ به خاطر تو پختم دیگه. به خاطر من هیچ کاری نکن. مامی دادی کجا رفت؟ جایی نمیره، برمیگرده.
چیه کتایون؟ بهرام کجایی؟ چطور مگه چی شده؟ حالا رویا بعد تهوع داره، بعد ببرم میش دکتر. اگه نمیتونی بیای آژانس بگیرم. نه الان میام. مگه نگفتم اگه بد خواب شدی منو بیدار کن؟ انگار تلفن داشت زنگ میزد. تو گریه کردی؟ خیلی حال و روز درستی داری، نشستی نبش قبرم میکنی؟ فرزان من دارم تقاص پس میدم. من امیرو تنها گذاشتم. تو تنهاش گذاشتی یا اون طلاقت داد؟ اون به خاطر من این کارو کرد، چون فکر میکرد دیگه دوستش ندارم. مگه داشتی؟ خب به قول خودت علاقه دخترم و پسرمویی بود دیگه. منم اگه جای اون آدم کله شرق بودم حاضر نمیشدم که تو بقیه عمرتو صرف پرستاری از پاشو بریم بخوابیم، اگر نه تا صبح خودتو محکوم به اعدام میکنی. دوست دارم اینجا رو مرتب کنم. به زور که نمیشه خوابید. خیلی خوب، پس من رفتم بازم بخوابم. راستی کی بود زنگ زد؟ جواب ندادم. من که تلفن اتاقم رو قطع کردم. تلفن های این خونه یا سردرد میاره یا درد سر. بیا بگیرش، بیا بگیرش و خلاصم کن. دوباره شروع نکنم. آخه از این همه گریه چی نصیبت میشه؟ تو از این همه بیرحمی چی نصیبت میشه؟ من؟ لااقل از دست تو راحت میشم. من از تو لجبازترم. یعنی اونقدر که حاضری با مردی زندگی کنی که اصلا دوستت نداره؟ تو داری دروغ میگی. چرا قبلا از این حرفا نمیزدی؟ قبل از این اتفاق؟ شاید وقتی آدم تنش ناقص میشه عقلش کامل میشه. تو عاقل نشدی، دروغگو شدی. اصلا برات مهم نیست که من جز تو کسی رو ندارم. میدونی چی برام مهمه؟ چی دلم میخواد؟ اینکه آخرین باری باشه که میبینمت.
دیگه تحمل این وضع با تو ندارم، میخوام خلاص شم. اسارت به تو از اسارت به این صندلی هم برام سخت‌تره. نمیخوام بدون داشتن پای فرار هر روز چشم به چشات بیفته که داری با ترحم و خستگی و ناچاری نگاه میکنی، میفهمی؟ دیگه نمیخوام. نصف شب زنگ زدم جواب ندادی. اول صبح اومدی گله بازاری؟ نه، اومدم بریم صبحونه بخوریم. آدمی که از لوله و چاهک و اینجور چیزا سرشته نداره باید بره دوباره اینشو بخره. این یکی چقدر اندازه است؟ عین خودت. مهتاب میفهمی چی داری میگی؟ با تمام وجود، چون عین خنجر تو قلبم. برو دیرت میشه. طعنه میزنی؟ ما یا نباید با هم حرف بزنیم، اگه حرف میزنیم طعنه به نظر میاد. تقصیر خودته. همین حرف تازه بزن. این زخم زبون تازگی ها خیلی دارم ازت میشنوم. عجب جهنمی شده زندگی جفتمون. آره راست میگی، با این بیرون رفتنای دزدکی هم از این داغ‌تر میشه. اگه منو نبینی جهنمت بهشت میشه، آروم میشی. من که دیگه مگه خواب آرام شو؟ چیه مادم از صبح؟ کتایون گفت بی صبحونه رفتی. پس تحت نظرم. تو چته بهرام؟ اون وقت که بی سر و سامون بودی اخلاقت بهتر بود. آخه چرا داری زندگی تو خراب میکنی؟ من حتی یه بارم کار اونو به رخش نکشیدم. من خونه از راه نرسیده اومده شکایت؟ اصلا چه انتظاری داره از من؟ بگم بخندم؟ باش برم گردش؟ این کمترین توقعه یه زنه. نمیتونم، نمیخوام. چرا نمیفهمی؟ برام یادت باشه اگه پای زن دیگه ای وسطه این کتایونی که مادر بچته نه اون. حالا اجازه هست برم؟ تو که نمیخوای دوباره رویا رو بی پدر کنی. یادت هم نره کتایون توی این شهر جز تو هیچ کیو نداره. خدا رو خوش نمیاد. این که زنی توی این شهر یا اصلا توی این دنیا فقط منو داشته باشه دلیل خوبی برای علاقه من بهشه. آره؟ راحت هم بذارین. خواهش میکنم. بهرام مهتا چی شده بهرام؟ هیچی، میخوام باهات حرف بزنم. دلم تنگه. چرا اوضاع رو از اینی که از بدتر میکنی؟ نصف شبه، نمیگی ممکنه صداتو بشنوم؟ همه خوابه، منم تو حیاتم.
زنگ زدم بگم فردا صبح میام خونه، نری تا بیام، میخوام اونجا باشم، خونه خودم. سلام، صبح بخیر. چقدر زود بیدار شدی؟ تو که زودتر بیدار شدی. کجا؟ مگه صبحونه نمیخوری؟ نه دیرم شد. سلام دادی. سلام بابایی، از صدای ما بیدار شدی؟ اتفاقا چه خوب، حالا ستایی با هم صبحونه میخوری. رویا بودو دست و صورتتو بشورو، زودی بیا، زود حاضر باز مامانو خواب کردی؟ را افتادی؟ ای ناقلا، بیا بشین ببینم خوابش کردی؟ نه خوابش نکردم، خودش گیره کرد، قرص خورد خوابید. چرا؟ ببینم، مامان تو آمریکام گریه میکرد؟ بله، بعد قرش میخواد میخوابید. تو ازش نمیپرسیدی چرا گریه میکنه؟ یواشکی گریه میکرد ولی من میفهمیدم. نکنه تو هم قرش میخواید تا بخوابی؟ نه من بستنی میخوام، هفتا همش؟ بفرمایید. نریزی رو لباسه. مرسی دادی. سلام. سلام بهرام. خواب که نبودی؟ چه عجب تلسپ شکستی. عکسو چرا برداشتی؟ مگه ناراحت شدی؟ از خوشحالیم که نیست دارم بهت زنگ میزنم. بای تو انگار خیلی سر بود. تو که از ترس من کله سر از خونه میزنی بیرون. عکسامو میخوای چی؟ کجایی تو؟ بستنی فروشی. یادته؟ این وقت شب؟ رویا بستنی میخواست، این وقت شبم که همینجا فقط بازه. خب بگو گوش میکنم. نه چیزی ندارم دیگه بگم. ببخش این موقع بازم شد. منظورت چیه؟ هیچی، واقعا هیچی، بی خود زنگ زدم. خوش باش، قضیه عکس هم فراموش کن.
رویا رو چیکار کردی؟ براش بستنی خریدم گذاشتمش خونه. برکت اون چی؟ اون چیزی عوض نکرده بود؟ مسخره میکنی؟ خب واقعا مسخره است. چی مسخره است؟ وضع هممون دائم داریم ادای چیزی رو در میاریم که وجود نداره. آن چی شده؟ مادم ماشین رو نشون بده. آره این وقت شب بازه. کارم تموم شد میام شما بخوابی. دیدی مسخره است؟ اینجا شده تعمیرگاه، فقط هم آخر شب بازه. چرا روک و راست بهم نمیگی که دیگه دوستم نداری؟ چرا؟ بهتره بری بر برو خونت، خونتون، همون جایی که تمام این شبا بود. خونه نیست، حتما تو راهه. اگه تا ظهر گزارش نرسه داد سردبیر میره هوا. میخواستم بهت زنگ بزنم. جدا؟ از تلفن عمومی کجا؟ بذار همین اول بهت بگم. تصمیم تو گرفتی، هیچ کسی هم نمیتونه عوضش کنه. پس بهتره تو هم به جای نصیحت به من کمک کن. یعنی بدون این که صدام در بیاد هولت بدم توی چاه‌ها؟ تو از کجا میدونی چاهه یا راهه؟ آخه دیوانه، فکر میکنی کجای این دنیا داری زندگی میکنی که بارو بندیلتو بستی و راه افتادی؟ اصلا کجا میخوای بری؟ کیو داری که بری پیشش؟ تو داری منو از چی میترسونی؟ من خوب میدونم کجای این دنیا دارم زندگی میکنم. تو مملکت خودم هر نقطهشم بخوام زندگی کنم حقمه. کی میخواد این حقو از من بگیره؟ از چی باید بترسم؟ از یه مشت اراجیف؟ از کج نگاه کردن بعضیا به یه زن تنها و بیوه؟ مگه من 6 سال بعد از امیر تنها زندگی نکردم؟ آسون نیست، آره، ولی محالم نیست. حالا کجا میخوای بری؟ هر جای دوری که اتوبوسش داره را میفته. بی مرخصی. بیا، این استفام. تو حالت خوبه؟ ولی عقلم سر جاش. من دارم میرم خونه مادر دنبال رویا، تو نمیای؟ نه برو تو ماشین میرسونمه. چیزی گم کردی؟ خودم پیداش میکنه. تو برو سوار شو، در ماشین بازه.
با هواپیما میرفتی بهتر نبود؟ دوست ندارم زود برسم. چقدر میمونی؟ فعلا هیچی نبرد چون خودم هم نمیدونم، فقط میدونم که دارم میرم. همین به بهرام هم که چیزی نمیگی دیگه، دلم براش میسوزه. یه حرفشو نزن. من حرفشو نزنم؟ تو هم فکرشو نمی کنی؟ اونجا الان خیلی سرده، لباس گرم برداشتی؟ خواهر که هیچی، تو از یه مادرم بدبیله داری. من و تو که هر دو یالقوز خدایی هستی، نه مادری نه خواهری. من که هر دوشو دارم. منم دارم، ولی داره میره. الهی سرما بخوری زودتر برگرد. مهتاب، خیلی از رفتنم دلگیر نشد. وقتی تونستی به جدایی کوتاه عادت کنی، حتما یکی رو هم تحمل میکنی. بیشتر از این نمیشه توی برزخ معطل موند، حتی اگه ایستگاه بعدی جهنم باشه. دیگه موندن توی خونه‌ای که هر گوشش پر از خاطر است برام این عذابه. توی این چند وقت تنها کاری که نکردم زندگی بود. میخوام برم، میفهمی؟ میخوام برم تا تو برام بهرام باقی بمونی و این خونه، خونه ما حتی توی خیال. میخوام همون مهتابی باقی بمونم که هر دومون میشناسیم و میپسندیم. نمیخوام با تحقیر و ترحم به تهمونده خودم نگاه کنم و بگم بیچاره اینجوری تموم شدی. من همین حالا با حقی که دارم صیغه عقدمون رو فسخ میکنم و از میون همه چیز این زندگی فقط 3 سال خاطرات عاشقانه رو با خودم میبرم. معصوم با شکم خالی خوابش برد. من چند بار بهش زنگ زدم، موبایلش خاموشه. نکنه جر و بحثتون شده؟ ما اونقدر با هم حرف نمیزنیم که کارمون به بحث بکشه. مثل دوتا همسایه داریم با هم زندگی میکنیم، کاملا جدا بی مسئله. تنها دلخوشیم اینه که بهرام پدر خیلی خوبی. بهتر شام بخوریم، فکر نکنم دیگه بیان. سلام بهرام. سلام. بیا تو. زیاد مزاحم نمیشم. چی شده؟ فرزانه مهتاب کجاست؟ مهتاب؟ نگو نمیدونم. اینم میدونی که زیر سنگم باشه پیداش میکنم. فرزانه، تو این 3 سال تو تنها رفیق و محرم هر دومون بودی، حالا هم هستی، پس رنج و عذاب منو کم کن. کجا رفته؟ سلام. سلام. به مادر یه زنگ بزن، خیلی نگران بود. خوابش برده؟ تو رو هم میزنم.
تو راه کجا؟ دارم میرم سفر. چه سفر بی موقعی؟ زیاد طول نمی کشه. به رویا چی بگم؟ تو اون 5 سال وقتی ازت میپرسید بابام کو چی بهش میگفتی؟ تو اون 5 سال اگه میخواستی میتونستی پیدامون کنی و بیای پیشمون. حالا نمیتونیم ازت بپرسیم کجا داری میری، چی کار داری میکنی، چرا داری میری؟ تو آزادی هر جور میخوای فکر کن. تو این زندگی اون که آزاده من نیستم. منم نیستم. جواب نمیدن. عرض کردم که شما مطمئنین داخل هتل نیستن؟ کلید اتاقشون که نیست. میشه برن بالا؟ رفتن مهمان به اتاقا ممنوعه. خب اگه یه اتاق بخوام چی؟ اون وقت میتونید برید اتاق خودتون. سرکا خانم، اون خانم همسر من. شناسنامه لطفا. بله. خانم کسرا؟ بله. مهمون داریم، خیلی وقت منتظرم. چطوری فراری؟ آخه این چه تصمیمی بود که گرفتی ها؟ فکر کردی به این آسونی هاست؟ آسون نبود. از تهرون که سهل از کار زمینم بری دنبالت میام. ولی دیگه پیدام نمی کنی. دیدی که پیدات کردم. من اون مهتابی که تو دنبالش میگردی نیستم. ما برای همیشه هم دیگر گم کردیم. دیگه تمام شد. فکر کردم رفتی. تا یه جواب روشن نگیرم نمیرم. من و تو شرعن و قانونن با هم هیچ نسبتی نداریم. از این روشن‌تر؟ تو که میگفتی نسبت آدم ها رو دلشون معلوم میکنه، نشناسنامه و قباله. حالا هم میگم، برای همین معنای نسبت تو رو با رویا از خودت بهتر میفهم. گناه من چیه که قبل از این رابطه زن و بچه داشتم؟ خودت میشه بگی من باید چیکار کنم؟ اون کاری که با کتایون نکردی با من. خدافظی کن. مردو مردو.
مهتاب خانم کسرا. به خدا خودمم پسرمو کارچه نسایی نشون بدم. خبر؟ واسه شکایت رفته بودی شاه شیراغ یا میخواستی عهدی ببندی؟ بهتر شدی؟ حالا کجا می رفتی هتل؟ مهتاب میگم نکنه دیگه واقعا نتونی حرف بزنی. خودت توی شیراز چیکار میکنی؟ برف بارو میکنیم، آب و حوض میکشیم. من خیلی وقت که اینجا شنیده بودم تهران هستی ولی نمیدونستم کجایی. خب تو تقصیری نداری، مقصر پدرای خدا بیامرزمونه. اگه منو به زور به تو غالب نمیکردن لااقل دخترم و پسرم و قابل معاشرتی میموندی. اینطوری نگو. چطوری؟ لهجم شیرازی شده؟ امیر تو چقدر عوض شدی برعکس تو. حتی میدونی از کجا شناختمت؟ از راه رفتنه. حالا تا که میخوای اینجا بمونی؟ دقیقا نمیدونم، تا وقتی پولم تموم بشه. یعنی ارث و میراث عمو ته کشید آخرشه. سلام، فکر نمی کردم که به این زودی دوباره منو ببینی. ببین چی پیدا کردم، کنار مزار افتاده بود. حافظ داره باهات حرف می زنه. چی داره میگه؟ میگه خیلی زرنگی، فال نخریده جوابم می خواه. انگار حالت بهتره. از اون وقتی که دیدمت هرچی یادم رفته بود دوباره داره یادم میاد. برای همین اون موقع حالت خوب بود، حالا نیست. تقصیر من. امروز برنامه چیه؟ نمیدونم، شاید برم یه جای آروم قدم بزنم.
چقدر جای قشنگیه. چند وقت ازدواج کردی؟ ببین مهتاب، من از کاری که کردم راضیم. مطمئنم اگه 100 بارم برم گردونم به قبل، بازم همون کارو میکنم. اما اون حلقه حتما یه حلقه معمولی نیست، نشونه ازدواج و از اون بیشتر نشونه عشق. خب چرا تنها اومدی؟ اونم با این حال خراب. تا وکیلت نیاد حرف نمیزنی؟ کی؟ همون امیر؟ باورت میشه؟ کلی هم از دیدنش خوشحال شدم. مامانم واقعا راست میگفت، تو یه تخبت کمه. اینو که درباره تو میگفت. من و تو که براش فرقی نداشتیم. خیلی خوب، حالا تعریف کن ببینم. قشنگ مو به مو. نمیدونی چقدر حرف زدم باش راحت شده. همه چیزو بهش گفتم. چی میگی؟ همه چی رو؟ حتی آره، حتی همه اون چیزایی که فکرشو نمیکنم تا آخر عمر به کسی بگم. مفصلشو برات مینویسم. مینویسی؟ مگه تو خیال نداری برگردی؟ حالا نه، تازه دارم از شیرازم میرم. امیر برام کار پیدا کرده، ولی نپرس کجا. فعلا تو ندونی بهتره، اینجوری خودت هم راحت تر. چه خبر از بهرام؟ نابود. بیشتر شبه تو آپارتمان خودتون میخوابه. انگار هنوز منتظر یه معجزه است. دیگه هیچی نگو، تحملشو ندارم. ببخش معطل شدی. تا حالا اون طرف رفتی؟ نه، ولی هم که یه جزیره است خیلی خوبه. این کار تا آقای رئیسیه، مسئول روابط عمومی. یه خونه سازمانی واسه جور کرده مستقل راحت باشه. من اما یکی دو روز واسه سرکشی میام اون طرف. واقعا نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. تو این چند روزه اینقدر اتفاقای عجیب افتاده که اصلا نمیدونم چی باید بگم. تا همین چند وقت پیش اصلا فکرشو نمیکردم که بتونم بدون بهرام. میتونم حدس بزنم الان چه حالی داره. مهتا، عجولانه تصمیم نگیر، بازم فکر کن. ببین مطمئنی هیچ رایی واسه تو که میگفتی؟ مطمئنم امیر، مطمئنم. نمیخوای قبل از رفتن یه سفر برگردی تهران؟ تازه دارم به دوری از همه چیز عادت میکنم. همه تو حالت خوب نیست؟ من به رئیسی چیزی گفتم که شاید تو خوشت نیاد. چی؟ بهش گفتم تو زن منی. امیر، این هیچ معنی نداره. فقط نمیخواستم با سوال کنجکاوی آرامش تو رو به هم بزنن، همین. ولی یه دروغ دنباله داره. حالا کی میتونم برم؟ هرچی زودتر برم زودتر از این سرگردونی در میام. کدومه؟
خیلی خوش آمدید. شما بعد آقای رئیسی باشید. بله بله. خیلی خوش آمدید. همسرم ژیلا. خیلی خوش وقت. ببخشید مزاحم شدم. اختیار داریم. تازه ما رو خوشحالم کردین. اینجا اومدن مسافری که قراره همکار جدید ما بشه یه حادثه جالبه. چه هوای خوبیه. تازه شما بهترین موقع سال اومدین. چند ماه دیگه‌شو باید ببینیم. بفهمیم. از همین اول تو دل خانم کسرا رو خالی نکن. آدم از اول بدونه کجا اومده بهتره. اینجوری تحملش هم آسان‌تره. بفهمید. لطف کنید. مطمئنم که پشیمون نمیشید، به خصوص که کسرا میگفت از جزیره خوشتون میاد. همین ژیلا اوایل همش نق میزد، میگفت برگردیم برگردیم. حالا به جای نق آه میکشم. دلم برای شلوغی های تهران تنگ میشه. من برخلاف شما فقط دلم برای آرامش تنگه. بفرمایید. این هم چشم انداز ویژه. سفارش اکید مهندس کسرا. این کلید خونه مهتابه. گفتم یه وقت نیاد پشت در بمونه. حتما احمده. الو. سلام. سلام. کی رسیدی؟ بچه ها چطورن؟ بهرام اونجاست؟ آره. تب کوچولوی قد شد؟ پس من بعدن زنگ میزنم. نه واسه چی؟ نزدیک توه. همین جوری هست. حالش چطوره؟ خوبه؟ خوب. چه خبر؟ اینطوری نمیتونم حرف بزنم. بعدن زنگ میزنم. خداحافظ. حالا واسه چی قفل رو عوض کردی؟ شکست. فرزانه فقط بگو حالش خوبه. بستگی داره به چه حالی بگی خوب. زنده است، همینش هم غنیمت.
سلام. سلام. گفتم شاید دلتون برای کوفته تنگ شده باشه. چه زحمت کشیدین. من شب و شام نمیخورم. چرا؟ شما که هیکلتون خوبه. خیلی ممنون. چی کار میکردین؟ یه مقداری داشتم اینجا رو جمع جور میکردم. گریه که نمیکردین؟ نه. برای چی؟ نمیدونم. دلتنگی، تنهایی. راست آقای کسرا نمیاد پیشتون؟ چایی آماده است. میخوری؟ من همه چی میخورم. ولی شما انگار زیاد اهل خوردن نیستین. ولی اینجوری شاید دهنتون آب بیفته. چی شد؟ خانم کسرا؟ ساعت من کجاست؟ اون که همیشه دستته. نیست حالا. تو برداشتی؟ نه. پیش منه. دست سرزن. به چه اجازه ای برش داشتی؟ ببخشید. چرا با بچه اینجوری حرف میزنی؟ حالا مگه چی شده؟ یه ساعته. هر چی که هست. نمیخوام کسی دست بهش بزنه. اینجوری تنها که نمیشه. تنها. بهرام پا نمیشی؟ دیر میشه ها رویا خوابش میبره. چرا انقدر رویا رو میفرسته خونه مادر؟ خودش دوست داره. پس منم باش برم که دیگه تو آوردنش مزاحم تو نشی. این تنها راه حلیه که به نظرت میرسه؟ دلم میخواد یه شب با هم بریم خونه مادرت. خب بریم. ما وقتی میتونیم بریم خونه مادرت که کتایی و نروسی خونواده دیگه باشه. شاید تا 100 سال دیگه این اتفاق نیفته. اگه ازدواج کنه میفته. چیه بهرام؟ حواست کجاست؟ تو این 5-6 سال هیچ وقت از سرت نگذشته که بخوای ازدواج کنی؟ برای چی اینو میپرسی؟ همینطوری. چون خیلی ها وقتی شوهرشون رو ول میکنن میرن خارج، بعد از چند وقت تقاضای طلاق میدن چون دوباره میخوان ازدواج کنن. انگار حالت خیلی بده من این کارو نکردم. بریم. تو فکر کردی هر رفتاری بکنی من باید طاقت بیارم؟ من فقط یه سوال کردم، اونم یه سوال احمقانه. همین. نه نه، اتفاقا نه سوال تو احمقانه است نه من احمقم. از وقتی برگشتم مدام با سکوت و نگاهت ازم پرسیدی چرا برگشتی. حالا هم که به حرف افتادی میپرسی چرا طلاق نخواستی. تو چته؟ من چمه؟ تو چرا مثل خیلی وقتی دیدی خبری از ما نیست طلاقی غیابی ندادی؟ واقعا بهش احتیاج نداشتی؟ میای یا برم؟ بله. توی مهتاب داری گریه میکنی؟ نه آخه مگه ممکنه؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ چیکار میتونم بکنم؟ بالاخره باید یه کاری کرد. منم هنوز نمیدونم چیکار. بیا تهرون. باید عقلامونو بذاریم رو هم. همین فردا حرکت کن. یه روزم یه روز مهتاب. برای چی بیام؟ تو مثل این که اصلا حالیت نیست. ببین مهتاب، تا حالا هر کاری کردی بهت هیچی نگفتن، ولی این دفعه رو نمیذارم با لجبازی تصمیم بگیری. میای یا بیام؟ بهرام ممکنه جایزه بگیره.
جایزش چی هست؟ جایزش خیلی مهم نیست مامان، مهم اینه که مطرح میشه، مشهور میشه. توی این دنیا هر چی آدم رو کمتر بشناسن بهتر. رویا کجاست مامان؟ با پدرش رفت بیرون. مگه بهرام اینجا بود؟ آره، صبح زنگ زد، رویا هم اصرار کرد بیاد اینجا، با هم رفتن بیرون. ولی از جایزه و این چیزا حرفی نزد. حتما میخواسته غافلگیرتون کنه. من و رویا هم قراره همین کارو بکنیم. اگه جایزه رو گرفت صبح زود با گل و کیک بریم دفترش. انگار اوضاع خیلی بهتره. ای بفهمی نفهمی. احساس میکنم 100 سال تهران نبودم. هر جا دلت میخواد بگو ببرمه. تو مهد کودک فرار تعطیل شه، منم تعطیلم. همون خونه خودم بهتره. اگه بهرام اومد چی؟ اون بیاد اونجا چیکار؟ به هر حال هم کلید داره هم دل تنگ. گاهی که آخر شب و زنگ میزنم اون گوش رو برمیداره. تو زنگ میزنی به یه خونه خالی؟ بالاخره دوست تو هم دیگه باید یه خورده خله چل باشن. روز اولی که شرط گذاشتی هر کدومون فقط چیزی رو بپوشیم که اون یکی خریده باشه، نمیدونستم که چه رسم غریبی رو داری باب میکنی. دادی میشن که ببرم بگیری؟ اون؟ چه خوشگله. شما بفهمید اینجا لطفا. سلام. سلام، بفرمایید. ببخشید میشه اون کیفو لطفانید؟ کدوم یکی؟ اون که دست من کنه. چیز دیگه نمیخوام؟ نه داره لط تموم شد. کوچک این میشه یک آدم برای مامان بگید. اینجا چیزی برای مامانت نداره آخه؟ طبقه بالا لباس زنونه هست. سعی ببین مهتاب، به نظر من تو دو راه بیشتر نداری. راه اول و بهتر اینه که همه چی رو به بهرام بگی. و راه دوم این که از دستش خلاص شی. تو که خیال نداری یه بچه بی پدر دنیا بیاری. چطور براش شناسنامه میگیری؟ به فرض که گرفتی، چطور تنهایی بزرگش میکنی؟ به فرض که کردی، وقتی پرسید پدرم کیه، کجاست، چی بهش میگی؟ فکر میکنی یه هفته تمام من تو اون جزیره داشتم به چی فکر میکردم؟ کافی موضوع رو به بهرام بگی، همه چی تمومه. اون پدر بچه هست، حقشه بدونه، باید بدونه، مسئوله.
یعنی بذارم همون بلای سرم بیاد که ازش فرار میکردم؟ بشم زن دوم؟ بشم زن بابای رویا؟ چرا نمیگی میشم زن مردی که دوستش دارم؟ میشم مادر بچه‌م. مادر بچه‌م که هستم، چه با بهرام چه بی بهرام. ولی این که تو میگی میدونی نتیجش چیه؟ آره، بهرام فوراً راضیت میکنه که زنشی. اون وقت کتایون میذاره میره. رویا که حالا خوب میدونه باباش کیه و چقدرم خوبه، باز بی پدر میشه. حالا خودت به من بگو، بچه من که اصلا باباشو ندید و میتونم نبینه بهتر بی پدر بشه یا بچه کتایون؟ نه فرزانه، نه. مامی این مال شما، سدی برات خریده. انتظارشو نداشتم. پس تو چرا هدیه که برای بهرام خریدی نشونش نمیدی؟ به چه مناسبت؟ حالا شب عروسیمون یادته؟ اون شبم بارون اومده بود، با لباس عروس رفتیم قدم زدیم، لبو خوردیم. چه دیوونه بازیایی بود، انگار هزار سال پیش بود. بچه سرما نخوره. شب خیلی خوبی بود، باعث شدی که مادرم کلی خوشحال بشه. منم دیگه بعد از مدت‌ها بلا تکلیف نبودم. میشه نریم خونه؟ میخوام باهات حرف بزنم از این فاصله، زیر این سقف کوچک. نه توی خونه گله گشاد با اتاقای جدا جدا. جدایی از تو از همون اولم سخت بود. وقتی سخت‌تر شد که فهمیدم هیچی جای تو رو نمیگیره. میخواستم برگردم اما غرورم نمیذاشت. شاید شرمنده بودم. وقتی بهت زنگ زدم که دارم میام، فهمیدم که خوشحال نشدی، ولی اومدم. گفتم میام فوقش پسم میزنی و بر میگردم. هنوزم نمیدونم چرا پسم نزدی. میدونم هیچی مثل سابق نیست برام، میدونم. بذار سعیمو بکنم، فرصت بده، کمکم کن، کمکم کن. بهرام
داشتم خواب کتایون رو میدیدم. مگه آدم خواب کسی رو که ندیده میتونه ببینه؟ از کجا میدونی ندیدمش؟ کجا؟ توی فرودگاه. معلومه تمام دیشب و به جای خودت به اون فکر میکردی، ولی من دیگه نمیذارم تو به کسی جز خودت فکر کنی. واسه همینم نمیپرسم که عصر میای یا نه، به زور میبرمت. امروز میریم مراسم، فردا صبح زودم میریم سراغ بهرام. فردا بعد همه چیز مشخص شه. چقدر از فردا میترسم. خانومشه؟ سلام. کشتایون خانوم بهرامی. بفهمید تو رو خود. چه خبر؟ مرا چطور؟ خوب شلوغ، ولی میدونی که هیچ جاعتا آدم نمیشه. آه بهرام اومد. و اما جایزه بهترین کتاب. هیئت داوران بعد از بررسی کلیه آثار ارائه شده، لوح و جایزه بهترین کتاب را به خاطر تازگی موضوع، تحقیق جامع، بازگشایی مفاهیم عمیق و معنوی و کتاب شناخت انسان از منظر عشق و ایمان نوشته آقای بهرام فرزان تقدیم می‌کند. ممنونم. ممنونم از هیئت محترم داوران و همه شما. من صحبت زیادی ندارم، فقط دلم میخواد به یک نکته اشاره کنم. این جایزه بیشتر از من متعلق به یار بسیار عزیزیه که در به ثمر رسیدن این کتاب و خصوصاً ویرایش متن اون سهم بزرگی داشته. بسیار متاسفم که در این لحظه اینجا نیست و چون از فروتنی و آزادگیش باخبرم، میدونم که بردن اسمش شادش نمیکنه. متشکرم. Daddy.
این دوستت که گفتی تو نوشتن کتاب کمکت کرده، من میشناسمش. اسمش چیه؟ کسرا. این آقای کسرا واقعا ناراحت میشد اگه اسمشو میبردی؟ مگه برای تو فرقی هم میکنه؟ هیچی، همینجوری. خب دیگه کاری نداری؟ شب میمونی؟ آره، نمیتونم تو این شب و تنهاش بذارم. فکر کنم آخرش مهتاب و بهرام به هم برسن، من و تو از هم جداش. نه ترس، من و تو تا آخر اون بیخیرش همین. من که زیاد مطمئن نیستم، تو دیگه حواست به زندگی خودت نیست. چرا هست؟ میری بچه رو از خونه خواهرت بر میداری، شبم پیش خودت میخوابونی، صبحم صبحونشو میری میرسونیش. من میدونستم خوشحال میشی. قیافه رو خوب شد بهرام ندیدت. فرزانه چیه؟ دلخوری؟ آخه از چی؟ از اینکه فهمیدی بهرام زن و بچه داره؟ مگه نمیدونستی؟ تو فکر میکنی بیشتر از من بهرام دوست داره؟ نه، فقط اون مجال داره عشقش رو نشون بده. این امکانو تو بهش دادی. بیا این هدیه بهرام. بهرام؟ نترس، نمیدونه تو اینجایی. داده به عمد گفته مطمئنه میرسونمش دست تو. طبق معمول از چایی هم که خبری نیست. خدا وکیلی جای اون همه جایزه و گل، اگه یه چایی به ما میدادن بهتر نبود. ای کاش من و این کتاب با هم به دستای تو بوسه می‌زدیم. افسوس. اون ور که اصلا نمیشه پارک کرد، باز اینجا بهتره. خیلی دلم شور میزنه، من نمیتونم پاهم بذارم دفترش. من میارمش. سویچ رو ماشینه بپا، جریمه‌مون نکنن. رنگت هم که پریده، یه دستی به اون سر و صورتت بکشی، جای دوری نمیره ها. فرزانه دیر کنی میرم ها. قربون اون دلشورت برم. خیلی لطف کردی، با اجازت. هنوز نیومده، بهتره یه دور بزنی. سلام فرزانه خانم. سلام، حالتون چطوره؟ خب پس کمک از طرف یه آشنا بود.
بله خیلی خوشحال شدم. به آقای فرزاد سلام برسونید. ما رو به هم معرفی نمی‌کنی؟ ای وای ببخشید حواسم نبود. ایشون کساگین خانم همسر دوست احمد، ایشون هم دوست صمیمی من خانم مهتاب کسرا. مامی نمیریم دستونه بابا؟ دیگه نمیریم. مهتاب نمیخوای یه کلمه هم حرف بزنی؟ میدونم همه چی تقصیر منه، ولی آخه کی فکرشو میکرد؟ نه تو تقصیری نداری، هیچ کس تقصیری نداره. تو اصلا دیدیش؟ قیافشو، تغییر حالتشو، چشاشو، اون بچه رو. دلم کن فرزاد، من دیگه امکان نداره سراغش برم، هیچ وقت، تموم شد. هلو، سلام. سلام رویا جان، میشه گوشیو بدی به مامانت؟ مامی، باشا نکار دارم. کیه مامان جون؟ نمیدونم، یه خانمه. مرسی مامان جون. بله. من مهتابم، مهتاب کسرا. خواستم بگم دارم میرم. بهرام مال تو رویا. من دیگه واقعا به ایستگاه آخر رسیدم و هر دو دستم رو مقابل سرنوشت بالا گرفتم. تسلیم. فکر نکن زندگی حالا برام سخت تره، برعکس. از اینکه دیگه هیچ کس نمیتونه به این بگه تنها و بی کسم، حس خوبی دارم. بهتره دیگه درباره اون بخش از زندگی من که باید برای همه و همیشه فراموش بشه حرفی نزنم. من فقط به بچه‌ای که تو راه دارم فکر میکنم. سلام امیر، چه بی خبر؟ کی اومدی؟ درستی 8 دقیقه پیش. چه خوب کار کردی؟ برای ماموریت اومدی؟ نه، برای دیدن تو اومدم باهات حرف بزنم. جدی؟ باور کنم؟ اون وقتا هم دیر باور بود. تو باز شروع کردی؟ اون وقتا پس بذار من برم ماشین رو بیارم. مگه بهت ماشین هم دادم؟ ماشین آقای رئیسی زیرا پای من دیگه پارتیمون کلفته دیگه. یه روز با فرزانه حرف زدم. بهم گفت تو دیگه غیر ممکنه با اون زندگی برگردی. اگر غیر از این بود حاضر بودم هر کاری بکنم تو بهش برسی. حالا هم نمیخوام درباره یه چیزی حرف بزنم که بیفایده است. پس میخوای درباره چی حرف بزنی؟ درباره بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد. درباره تو که حقت با سربلندی تو این جامعه زندگی کنی. خودم که این اتفاق برام مثل یه معجزه است. مهتاب میخوام اجازه بدید
من چیزی رو بهش بدم که خودت هم داریش. نام خانوادگی کسرا. نترس، من نمیخوام مزاحم زندگیت بشم، حتی نمیخوام مزاحم عشقی بشم که میدونم هنوزم داری. من 4 سال از بهترین سالهای زندگی تو رو خراب کردم، سالهایی که هیچ وقت بر نمیگردم. حالا واسه جبرانم که شده، بذار منم یه سهم کوچیک تو حل این مشکل بزرگ داشته باشم. همین، هیچ توقعی هم ازت ندارم. لا 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 پسرم، پسر مردم، سر پر شور منی و دل پر دردم، آره دل پر دردم. روزی که خسته میشم میفتم از پا، اون وقت باید تو بشی عصای بابا، جانم عصای بابا. لا 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 پسرم، پسر مردم. خوابید؟ اون از اولم خواب بود. پس واسه دل خودت میخوندی؟ داشتم به یه آرزوی چندین ساله جواب میدادم. اون چیه؟ کارت تولد بچه است. مشخصات زمان تولد روش نوشته شده. ببینم. جنس پسر، وزن 3 کیلو و 600 گرم، قد 52 سال. قدی خطکشه. اینجا که همه چی نوشته جز اسمشو. هیچ بچه تو بیمارستان اسم نداره. خب تو خونه چی؟ تو که میخوایم صداش کنیم بچه؟ خودت اسمش رو انتخاب کن. من؟ چرا که نه؟ یعنی من هرچی بگم قبوله دیگه. اصلا بذار ببینیم چه اسمی به قیافه این پهلوان میاد. حالا مجبور نیستی همین الان انتخاب کنی. یافتم. چی؟ بهرام. مهتاب دیگه این بهرامو هیچ کس نمیتونه ازت بگیره. بهرام اینجا چی کار میکنی؟ سلام. چه خبر؟ دارم از آپارتمان مهتاب میام. انگار دارین یک کارایی میکنین، میخواین بفروشینش نه؟ خودش اینطور خواسته. خب بفروشینش به من، اصلا بالای قیمت. حتما وکالت دارین دیگه. امکان نداره. دست بردار فرزاد. میدونم از من دلخوری، ولی انگار منم حقی دارم. حالا که یه مش خاطره برام مونده، میخوام حفظشون کنم. تو برای حفظ خاطراتت به خونه احتیاج داری؟ با من بحث منطقی نکن، داغونتر از اونیم که جواب بدم. به مهتاب چی بگم؟ هیچ. لازم نیست چیزی بهش بگی.
ما که نمیخوایم بریم محضر، اصلا اصل سند به اسم اون بمونه. تمومه. یه هفته است دارم خودم رو برای اومدنت آماده میکنم. واقعا باورت میشه فرزانه؟ انگار همین دیروز بود که اومدم به این جزیره. بهرام فسقلی من حالا یه مرد 12 سال است. یادت میاد چقدر نگران بودیم؟ حالا بیا و ببین که چقدر به امی وابسته شده. فکر نکنم هیچ پدر و پسری اینجوری هم دیگر دوست داشته باشه. اون با تمام وجود امی رو به عنوان پدرش پذیرفته. خدا کنه بشه حالا حالاها بدون عذاب وجدان واقعیت رو ازش مخفی کرد. چه میدونم. بهرام، رویا، تا شمو فوت نکردم بیاین. خبر از هدیت داره یا نه هنوز؟ نکنی یه وقت بگه نمیام؟ این دفعه دیگه میبرمش. تازه فقط 10 روزه. She's a jolly good fellow and he's a jolly good fellow and she's a jolly good fellow. اینم از کارده دختر عروس. خب این وقت چیه مامان؟ یه سپرایز بازش کنین میفهمی. بهرام، بهتر خودت به این دامادو بیاری، شاید رو نما میخواد. فکر میکنی. مرسی عزیزم. بهرام، 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 چی شد این جشن سالگردتون؟ شما که میخواستین دوتایی با هم خلوت کنیم؟ خب میگفتین من و مادر بزرگم میرفتیم سینما. بذار راحت باشن، بریم شما حاضر کنیم، خودشون میان. پس کیک چی میشه؟ بعدشا. خسته نشدی از این همه رفتن اومدن؟ بابا شما مگه بازنشستگی ندارین؟ امیر، گوشت با منه یا نه؟ امیر؟ کی میای فرزانه؟ بیشتر از همیشه بهت احتیاج دارم. امیر سعی میکنه خودش رو سر حال نشون بده، اما من دارم آب شدنش رو میبینم. از دنیا چه خبر؟ دست به دست میگرده مثل همیشه. بهترین خبر این که هیچ آرامش اینجا رو نداره. تا کی بیدار میمونی؟ تا هر وقت که بتونم.
این شبا رو ترجیح میدم بیشتر بیدار بمونم. نکنه داری پیر میشی؟ فکر کردی؟ من هیچ وقت پیر نمیشم. تو نمیخوای برگردی تهران؟ برگردم. واسه چی؟ همیشه که نمیشه اینجا زندگی کنی. بهرام داره بزرگ میشه. اون که شکایتی نداره. فردا آخرین امتحانشه. حسابی نگران بود. تو انگار نگران تری. راستشو بگو. باز چه نقشه تو سرت؟ این دفعه من نیستم که نقشه میکشم. منظورت چیه؟ هیچی بابا. تو چرا فکر میکنی حتما تو حرفای بی سر و ته من یه منظوری هست؟ میرم ببینم خوابی یا بیدار. ای پهلوون، خوابی یا بیدار؟ بیدارم بابا. چرا؟ فقط به خاطر امتحان؟ امتحان سختیه. تو میدونستی که امتحانای دوران مدرسه آسان‌ترین امتحانای زندگی هست؟ آره، مامانم همیشه میگه. اما همین مامان خانوم وقتی نمره کم میگرفته او؟ یه ساعت توی بغل مامانش گریه میکرده. منم بدم نمیاد تو گاهی وقتا یه ساعت تو بغلم گریه کنی. جدی میگی؟ نگفتم حالا. چی شده مامان؟ بد خواب شدی؟ مامان، بابا داره میمیره؟ این چه حرفیه مامان؟ پس برای چی میره بیمارستان؟ عزیزم، آدم ها برای خوب شدن میرن بیمارستان، نمردن. اما بعضی هم تو بیمارستان میمیرن. بیشترشون هم خوب میشن. تو امید داشته باش. من هم میتونم بیام بیمارستان؟ نمیدونم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة الحسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمد سمع الله لمن حمده. الله اکبر. سبحان ربی العلا و بحمد. الله اکبر. سبحان ربی العلا و بحمد. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بهرام میخواست بدونه میتونه مامان بیاد بیمارستان یا نه. میبینی وقتی به هم میریزی چقدر روش تاثیر میذاری؟ حتی به خاطر اونم که شده. اون بیشتر حواسش به توه تا من. بهتره باش رو راست باشیم. پنهانکاری فایده ای نداره. اون حقشه که به سوالاش جواب روشن بدیم. گاهی وقتا جواب روشن به یه سوال اونقدر تلخه که تا آخر اون فراموش نمیشه. میدونم خیلی نگرانی، ولی دلت شور نزنه. من نمیذارم بار گفتن ایش خبر تلخی بیفته گردن تو. دیشب با خودم میگفتم من چقدر بیشتر از بهرام اشکا و خنده های تو رو دیدم. با خودم میگفتم فقط من میدونم پدر بچه تو بودن چه لذتی داره. بعد وحشت کردم. از خدا خواستم منو ببخشه که این همه خوشبختی رو از اون گرفتم و نصیب خودم کرد. بس دیگه امیر، تو هیچ چیزو از هیچ کس نگرفتی. آخه چرا انقدر خودتو عذاب میکی؟ اینا عذاب نیست. من وقتی عذاب میکشم که یه حرفی تو دلم باشه و نتونم به تو بگم. حالا دیگه راحت شدم. من خیلی بیشتر از سهمم از دنیا گرفتم. طلبی که ندارم هیچ.
بده کارشم هستم. خوش به حال دمیر، خوش به حال خدا با بندایی مثل تو. چجوری به اینجا رسیدی و همه ما رو جا گذاشتی؟ شده؟ اومدم یه مقدار پول ببرم. قضیه آلمان جدیه؟ آره هفته دیگه. ولی میگن اینجور وقتا جراحی اوضاع رو بدتر میکنه. چه اینجا چه خارج؟ چاره ای نیست، ترکش های جا مونده تو تنش، دارن کار خودشونو میکنن. دکتر چی میگه؟ میگه باید برای هر چیزی آماده باشه، ولی این میون تنها کسی که آماده هر چیزیه خود امیره. تازه بهرام هم هست. همیشه فکر میکردم تنها حرف سختی که یه روز بعد بهش بگم قضیه پدرشه. چقدر برای همچین روزی روی امیر حساب کرده بودم. پشت تخت میاری بالا؟ دکتر گفت پایین باشه بهتره. اینطوری نمیتونم راحت حرف بزنم. دیگه بالاتر از این نمیاد. راحتی؟ یا آینه به من میدی؟ کنم اون پرده رو یه خورده بکشی بهتر باشه. اینطوری سرحالتر به نظر میام نه؟ ساعت چنده؟ باید نزدیک ظهر باشه. اومد، من میرم بیارمش. سلام بابا. سلام پهلوون، با دست پر اومدی دیگه. بازش نکردم، گذاشتم اول شما باز کنی. اصلا ستایی بازش میکنی. مهتاب کجایی؟ بیا جلو. بیست. ای بلا، آفرین. اونقدر هم مهم نیست. چی مهم نیست؟ باید پدر پسری مثل خودت باشی تا بفهمی چقدر مهم. چی شد بابا؟ چیزی نیست، یهو به نمرات حسودیم شد. عمل سختیه؟ من که تخت میخوام، سختیش مال دکتر هست. قلبتون چه تون میزنه؟ آدم وقتی خیلی خوشحاله مثل بچه ها میشه قلبش تون میزنه. یعنی الان شما خوشحالی؟
آره، حتی اگه بهم بگن امروز روز آخر عمرته. من اصلا از این حرف خوشم نمیاد. چرا؟ بالاخره همه یه روز آخر دارن. اما هیچ کس نمیدونه اون روز چه روزیه. ولی من همیشه دلم میخواسته که بدونم. چرا؟ چون آدم ممکنه یه روز از خونه با عجله بره بیرون بدون اینکه پسرشو بوسیده باشه یا حرفایی نگفتهشو گفته باشه. با عجله میره چون فکر میکنه شب برمیگرده و فرصت داره که با بچهش درد دل بکنه. اما یهو یه اتفاق، مثلا یه ماشین بهش میزنه و تمام میمیره. چرا این حرفو میزنین؟ آدم وقتی خیلی مریضه بیشتر به رفتن فکر میکنه تا بموندن، و چون فکر میکنه کم کم میفهمه که رفتن خیلی بهتر از موندن طولانی مدت رو تخت بیمارستانه. یواش یواش حوصله‌اش سر میره، حوصله دکترارم سر میبره، حوصله عزیزاشم سر میبره. اون وقت از خدا میخواد که بهش آرامش بده، بعد انگار خدا باهاش حرف میزنه، بهش میگه خودتو از بار تمام غصه ها سبک کن، اونقدر سبک که مثل یه پر از روی تختت بلند شی و به آسمون بیای و اون آرامشی که بخوای برسه. تو نمیخوای من به آرامش برسم؟ من نمیذارم شما بری. آروم باش پسرم، آروم باش. رفتن که همیشه تلخ نیست، به خصوص وقتی که آدم فرصت داشته باشه سر پسرش یه ساعت رو سینش بذاره و باش نقی دل کنه. آروم باش، آروم. برام مامان اینجوری بابا رو بیشتر نرد. بایدش بذار ما هم خود قرار داری؟ ساعت از دو هم گذشته ها؟ بهتره یکم بخوابی، فردا کلی کار داری. ما مگه نمیخوایی مراسم تمام و کمال باشه؟ باید حواست به بهرامم باشه، مثلا مسافره. حواسم هست مامان. جونم، آدم چطور میتونه مرد و مردونه با مادرش حرف بزنه وقتی که نه مادرش مرده نه هنوز خودش مرد شده؟ خب بستگی به حرفی داره که میخواد بزنه. فکر میکنم من و تو برای بعضی از حرفا بتونیم مرد به حساب بیایم. اینو جدی میگی؟ خب معلومه. آره عزیزم، میتونی اینو بهم ثابت کنی؟ بابا امین اینو بهم ثابت کرد، با اون راجب چیزهایی حرف زد که باید حتما مرد می شدیم تا بشنویم. ازم قول گرفت تا روزی که شما نخواین نه چیزی بپرسم نه سراغ کسی رو بگیرم. Thank you.
سلام. پس کجایی تو؟ مگه نمیای؟ همه مهمونا سراغتو میگیرن. حسن مهمونی ندارم. هر وقت تموم شد زنگ بزنین بیام عقبتون. باشه. خداحافظ. امسال المپیاد ریاضی چهره برتر شد. نوجوان 12 ساله‌ای که جوان‌ترین شرکت کننده ایرانی این رقابت بود. بهرام کسرا. کسرا، تبریک از شما. خیلی ممنون. میشه برای ما بگی وقتی فهمیدی که ما اول چه احساسی داشتی؟ پس بهتر نظر مادر این چیزی محفظ خانم کسرا تبریک عرض میکنم. خیلی ممنون. مرسی. سپر شما موفقیت بزرگی برای ایران عزیزمون کسب کرده. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. من خدا رو شکر میکنم به خاطر هدیه‌ای که به من داده. چجوری براتون توضیح بدم؟ فکر میکنم خیلی زن خوشبختی هستم. فقط یه مادر میتونه حال امروز منو بفهمه. من به بهرامم افتخار میکنم. اون بالاترین انگیزه من برای ادامه زندگی. خانم کسرا، من میتونم با پدر بهرامم صحبت کنم؟ ایشونو تو فرودگاه ندیدم. متاسفانه پدر بهرام پیش ما نیست.